شماره جانباختگان کرونا در ایران که طی هفته گذشته به مرز 200 نفر رسیده بود، بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت حالا از 242 نفر هم گذشته و رو به افزایش هست. به نوشته روزنامه سپید، در یک هفته گذشته روند مرگ‌های کرونایی در عمده استان‌ها، در اغلب استان‌های ایران در حال افزایش بوده. شمار بستری شدگان هم همین گونه و همچنین شمار بیمارانی که مبتلا شدن به گونه جهش‌یافته اومیکرون. از زمانی که این گونه در ایران شیوع پیدا کرده، مقام های جمهوری اسلامی، مقام های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا بی تفاوت بودن نسبت به شیوع این گونه و حتی می گفتن که در حد یک سرماخوردگی معمولی خواهد بود، ولی بعد معلوم شد که این گونه نیست و شمار بستری شدگان رو افزایش داده و حالا شمار جان باختگان کرونا در ایران از مرز 242 نفر هم گذشته. و به گفته مسعود یونسیان که در گفتگو با روزنامه سپید بیان کرده، شمار جان باختگان کرونایی و مرگ‌های کرونایی همچنان رو به افزایش خواهد بود. ایشون گفته که این وضعیت دست کم تا دو هفته آینده ادامه داره، یعنی افزایش شمار جان باختگان، و بعد از اون هم گفته باید ببینیم که بر اساس اطلاعات و آمارهای رسمی چگونه اعلام خواهد شد. آقای مسعود یونسیان به عنوان دبیر کمیته پژوهش کمیته علمی کشوری کرونا نکته مهمی هم در این حرفاش بیان کرده، گفته ما به اطلاعات دقیقی دسترسی نداریم، یعنی در واقع یک جور سانسور در دستگاه های حکومتی در مورد کرونا داره اجرا میشه و اطلاعات حتی در اختیار پزشکان و متخصصان بهداشت و درمان که حتی عضو کمیته علمی کشوری کرونا هستند قرار نمیگیره. البته روزنامه سپید یک آمارهایی منتشر کرده درباره اینکه در یک هفته گذشته علاوه بر اینکه در اغلب استان‌ها شمار جان باختگان کرونا افزایش پیدا کرده، در تهران شمار جان باختگان سه رقمی شده و این نشون میده که وضعیت بسیار بار دیگر وخیم هست و مقام های دولتی هم اقدامی در این زمینه انجام نمیدن. حتی وزیر بهداشت ادعا کرده که جزو 10 کشور برتر مقابله با کرونا است ایران، در حالی که بسیاری از مردم همچنان جان خودشون رو از دست میدن. روزنامه همشهری گزارشی داره با عنوان فاصله نجومی و نوشته که هزینه یک خانوار شهری در سال 1400 هزینه متوسط هزینه سالانش 82 میلیون تومان بوده، در حالی که به نوشته این روزنامه هزینه سالانه خانوار کارگران، یعنی درآمدشون، فقط 35% هزینه سالانه رو پوشش میداده. در واقع به طور ماهانه اگر بخوایم نگاه بکنیم، به نوشته این روزنامه فقط در 10 روز ابتدایی ماه حقوق کارگران دوام می آورده و حدود 20 روزش این حقوق هزینه ها رو پوشش نمی داده. روزنامه همشهری در گزارش خودش نوشته که اگر قرار است که در سال 1401 همین وضعیت حفظ بشه، یعنی باز 10 روز قدرت خرید داشته باشن و حقوقی می گیرن، باید به نوشته این روزنامه حدود 57% حقوق کارگران افزایش پیدا بکنه با توجه به نرخ تورم. تازه اگر 57% افزایش پیدا بکنه حقوق کارگران، قدرت خریدشون در حد همین 1400 باقی خواهد موند، یعنی حدود 30-35% هزینه های ماهانه و سالانه شون رو این حقوق پوشش خواهد داد.